سلام بچه ها، خوبی؟ چطوری؟ چه خبر؟ خوش اومدید به یک ویدیو برنامه ریزی دیگه با من. اگه تازه وارد کانال ما شدید، من پریسا هستم و خیلی خوش اومدید به کانال ما. همیشه از این گفتیم که چجوری به برنامه ریزیاتون پایبند باشید. به نظرم یه ویدیو نیاز بود که یه سری دلایل بگم که چرا به برنامهاتون پایبند نیستید. برای هر کس دلایل پایبند نبودن به برنامه ریزیش کاملا متفاوته که فقط خودش میتونه تشخیص بده که چرا پایبند نیست. اما این مواردی که میگم رو حتما توی ارزیابیاتون داشته باشید و بهشون توجه کنید که اگر یکی از این موارد رو رعایت نکنید باعث میشه که شما به برنامهاتون پایبند نباشید. اولی مورد و مهمترین مورد اینه که تا سلامتی جسمی و روحی نداشته باشید نمیتونید به برنامهتون پایبند باشید. تا زمانی که شما به لحاظ جسمی مریض باشید، حالتون بد باشه، فقط و فقط باید استراحت کنید و به سلامت جسمیتون توجه کنید. یعنی اصلا نباید سراغ برنامه ریزی برید، چون اصلا نمیشه و عملی هم نمیشه و اصلا کار درستی هم نیست. فقط باید تمام تمرکزتون رو بذارید روی این مورد که حالتون تو این لحظه خوب بشه. برای خوب شدنش اقدام کنید، برید دکتر، حالا هر مسئله ای میخواد باشه. برای سلامتی روحی هم دقیقا همین جوریه. تا وقتی که افسردگی دارید، تا وقتی که استراب دارید، اصلا نمیتونید سراغ برنامه ریزی برید، چون که صبح بیدار میشید مثلا تو حالتی که افسردگی باشه، صبح بیدار میشی مینویسی برنامه تو و بعد چند دقیقه شاید حالت بد بشه، دیگه نری سراغ برنامه. بعد در نهایت هم خودتو انقدر سرزنش میکنی که میگی که چرا من نمیتونم، چرا من فلانم، چرا من باید اینجوری باشم، همه دارن به برنامه‌هاشون میرسن، من نمیرسم. در صورتی که عزیزم، مشکل و مسئله یه جای دیگه است. تا وقتی که تو درمانش نکنی، تا وقتی که یه قدم برای این درمان افسردگیت برنداری، اوضاع همینه و اصلا هم نباید بیای سراغ برنامه‌ریزی و رسیدن به اهدافت. اولین هدفت باید درمان اون افسردگی رو رفتن پیش مشاوره باشه. دومی مورد، یادداشت نکردن برنامه هاتون و اهدافتون. تا زمانی که اهدافت رو به صورت ماهانه، هفتگی و روزانه یادداشت نکنی، امیدی به پایبندی بهش نداشته باش. چرا؟ مثلا خیلی وقت شده با خودتون میگید خب مثلا من امروز این سه تا کار مهمو دارم و حتما تا شب انجام میدم، چرا بنویسم حالا سه تا مورد دیگه؟ ولی همون ننوشتن همانا، سراغ اون برنامه نرفتن همانا. دلیلش اینه که وقتی که برنامه‌تون رو یادداشت نمی‌کنین، علاوه بر اینکه یه باری روی شونتونه و روی ذهنتونه و خودتون متوجه نمیشید، حتی باعث میشه که برنامه‌هاتون از یادتون بره و این کاملا طبیعیه. یعنی فکر نکنید فقط خودتونید که این مشکل رو دارید، کاملا طبیعیه. برنامه‌هاتون رو بنویسید بچه‌ها، اهداف ماهانه، هفتگی و روزانه. اگر می‌خواید فقط روزانه هم بنویسید مشکلی نداره، می‌تونید توی یه برگه بنویسید، توی بولت ژورنال بنویسید یا حتی پلنر. مخصوصا اگر اول راه هستید، به نظر من پلنر گزینه خیلی بهتریه. اسپانسر این ویدیومون پلنرهای من به توانستد خانم مانی نریمانیه که خودتون میدونید من هر پلنری رو تایید نمیکنم، اما این پلنر انقدر کامله که میدونم برای یک سالتون دیگه نیازی به هیچ چی ندارید. تو کتابچه من به توانستد 40 صفحه اولش درباره ارزش‌ها، اهداف و اینکه چجوری عادت‌ها رو توی روتین زندگیتون وارد کنید گفته، چجوری ایکیگای زندگیتون رو پیدا کنید، که با استفاده از کتاب اثر مرکب، 7 عادت مردمان مؤثر و ایکیگای. بعد از این 40 صفحه شما میرسید به صفحات ماهانه که برای یک ساله و دقیقا خوبی این پلنر همینه که یک سال است و شما برای یک سال توی پلنرتون دارید، توی دفترتون دارید. و اگرم بخواید ارزیابی سالانه داشته باشید، نیازی نیست حالا برم سراغ این دفتر، حالا برم سراغ این پلنر، همین پلنرتون رو اگه چک کنید کامله. طراحی صفحات پلنرهای من به توانستد با استفاده از کتاب برنامه‌ریزی به روش بولت ژورنال طراحی شده که کارو براتون خیلی راحت تر کنه. بعد از اون 40 صفحه توضیح شما وارد صفحات ماهانه میشید که صفحه اول صفحه معرفیه، هم میتونید همجوری مینیمال نگهش دارید و هم میتونید رنگش کنید. صفحه بعدی صفحه ماهنگاره که شما اینجا قرارهای مهم، اهداف یک ماهتون رو یادداشت میکنید با توجه به مهلت و ارزشی که دارن. میرسیم به صفحات هفته نگار که شما همونجوری که میبینید تاریخ ها به صورت شمسی و قمری یادداشت شده که کار برای شما راحت باشه. اهداف هفتهتون رو مینویسید، عادت هاتون، مطالعه نگار، چند صفحه در طول روز کتاب خوندید، خواب نگار، چه ساعتهایی خوابیدید، احساس نگار همون ردیاب عادته که برای ارزیابی روزتون خیلی مفید و مهمه. بعد از صفحات هفته نگار میرسیم به ارزیابی ماهانه که شما هر روز روزتون رو ارزیابی میکنید، دستاورد روزتون چی بوده، دلایلی که باعث شده به کارهاتون نرسید رو یادداشت میکنید و این درسای خیلی بزرگی بهتون میده برای یک هفتهتون و برای یک ماهتون و به همین صورت میره تا آخر سال.
پلنرهای من به توان صد و مانی نری مانی 3 تا طرح داره که این طرحشو من خیلی دوست دارم و در حال حاضر با کد تخفیف پریسا وایبز میتونید 10% هم تخفیف بگیرید. علاوه بر اون پلنرها یه سری تو دو لیست هم موجود دارن که میتونید فقط اینا رو داشته باشید برای یادداشت برنامه های روزانتون. توی سایتشون هم برید پادکست مانیفست که پادکست خود مانی نریمانیه برای رسیدن به ارزش‌های فردیتون کلی پادکست تولید کرده و میتونید برید اونا رو گوش بدید و همچنین یه سری دوره های آموزشی دارن که میتونید استفاده کنید و یاد بگیرید و لذت ببرید. خیلی ممنونم از مانی نریمانی. سوم ماره شب ها دیر میخوابی. بچه ها ببینید ذهن ما از ساعت 11 شب تا 4 صبح انرژی میگیره. هر چقدر توی این تایم دیرتر بخوابید باعث میشه که مغزتون کمتر انرژی بگیره و صبح وقتی بیدار بشید کسل باشید، حوصله نداشته باشید، انرژی نداشته باشید و این مورد به همین کوچیکی باعث میشه که شما به برنامه‌تون پایبند نباشید و سراغ اهدافتون نرید، چون اصلا حوصله ندارید، چون اصلا انرژی ندارید که بخواید یک فعالیت مفید انجام بدید. چهارمی مورد، اهدافتون واقعی نیستن. وقتی که هدف گذاری میکنید فرق بین اهداف و آرزو رو نمیدونی و یک آرزو انتخاب میکنی. حتی وقتی خوردش هم میکنی به نظرت خیلی بزرگه و انرژی برات نمیمونه که دلت بخواد به اون هدف برای اون هدف کاری انجام بدی و همین باعث میشه که بگی خب حالا بعدم. و همین اینه که باعث میشه که شما به اهدافتون نرسید و قدم براش بر ندارید، چون به نظرتون انقدر غیر قابل دستیابیه حتی خورد شدش که باعث میشه که انرژیتون رو بگیره، که باعث میشه که اون تنبلیه بیا سراغتون و دلتون بخواد ای پشت اون تنبلیه قایم بشید. پنجمی مورد، اهدافتون واضح نیستن. اهداف وقتی مبهم نوشته میشن، باز زمانی مشخص ندارن، شفاف نیستن، باعث میشه که میل و رغبتی نداشته باشید که برید سراغ برنامه‌تون. برنامه روزانه در راستای اهداف هستن دیگه، مگر جز اینه؟ وقتی شما به اون برنامه پایبند نیستید یعنی اون اهدافتون درست و ایدئال و مشخص نبودن. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه من میگم من میخوام خوشهیکل بشم، خب این یک هدف خیلی مبهم و خیلی بده. بچه‌ها اصلا مشخص نیست چی میخواد، قراره چی کار کنه که به این هدف برسه و تو چه زمانی باید به این هدف برسه. یک سال هم میگذره و با خودش میگه من چرا لاغر نشدم، خوش بال همه رژیم میگیرن لاغر میشن، من شانس ندارم، مثلا ژنتیک من اینه، مثلا آب میخورم هم چاق میشم. در صورتی که عزیز من تو هدف مشخص نداشتی واسه خودت متاسفانه. بنویس چند کیلو، چه زمانی، چه کارهایی انجام بدی، چه عادتهایی ایجاد کنی برای رسیدن به این هدفت. همه اینا باید واضح نوشته بشن تا تو بدونی برای رسیدن به هدفت باید چی کار کنی. وقتی ندونی باعث میشه که برنامه هم ننویسی، باعث میشه که به اون برنامه هم پایبند نباشی. یه روز رژیم میگیری، روز بعد رها میکنی، چون اصلا نمیدونی چی میخوای. ششمی مورد و به نظر من رایج ترین مورد اینه که از خودت بیش از حد توقع داری. ما وقتی که شروع میکنیم به برنامه‌ریزی کردن یهو خیلی جوگیر با خودمون میگیم خب من فردا دیگه 5 صبح بیدار میشم، ورزش میکنم، کتاب میخونم، درسمو میخونم، سر کار میرم و این اشتباه. نهایت یک هفته دو هفته ادامه میدی، بعد دو هفته رها میکنی، در صورتی که عادتها باید آروم آروم توی روتینت وارد بشن. یواش یواش، عجله نکن برای رسیدن به این عادتها، برای رسیدن به اون لایف استایلی که میخوای عجله نکن. اگر همین لحظه فقط 2 تا 3 تا عادت توی یک سالت روی خودت کار کنی و ایجادشون کنی، سال بعد 100 برابر پیشرفت کردی نسبت به امسالت. میدونی چرا؟ چون که اگر همین لحظه 1000 تا عادت برای خودت نوشته باشی، 2 هفته ادامه میدی رها میکنی، تا آخر سال همینجوری پیش میره. ولی وقتی که توی 5 تا 6 تا مورد از عادت ها کار کنی و یواش یواش این عادت ها رو توی زندگیت وارد کنی، باعث میشن که موندگارتر باشن، استمرار توی اون عادت ها بیشتر بشه، یهو به خودت فشار نیاد، به ذهنت، به بدنت فشار نیاد بخواد پشت اون تنبلیه قایم بشه. هفتمی مورد، برنامه روزانه رو جلوی چشمت بذار. خیلی وقت برنامه‌مون رو صبح می‌نویسیم، می‌بندیم دفتر رو می‌ذاریم کنار، شب می‌ریم میگیم خب حالا برم برنامه‌مو تیک بزنم و می‌بینی که کلی از برنامه‌ات اصلا یادت نبوده که امروز این برنامه رو داشتی و باید انجام میدادی و همین باعث میشه که شما به اون برنامه‌تون پایبند نباشید، چون از یادتون میره برنامه‌تون چی بوده. مثلا من امروز باید با فلانی تماس می‌گرفتم و تو برنامه‌م نوشته بودم، ولی خب یادم رفت و این طبیعیه که خب تو یادت رفته دیگه تا وقتی که برنامه‌ت رو نگاه نکنی. پس برنامه‌ت رو هر جا هستی، بیشتر مثلا پشت میزتی، تو آشپزخونه، بذار جلوی چشمت، باز بذار ببینی که چه کارهایی داری و امروز باید انجام بدی.
هشتمین مورد، انگیزه و محرک هر روزت رو پیدا کن. این کاملا طبیعیه که ما انسان‌ها هر روز انگیزه نداشته باشیم، کاملا طبیعیه، فقط تو خودت اینجوری نیستی، اما یه سری ها مثل من اون محرکه رو پیدا میکنن، محرکه که به هم فشار میاره که امروز به برنامه پایبند باشم. مثل چی؟ مثل اینکه من دوست دارم آخر هفته استراحت کنم و وقتی که تو طول هفته یک روز حوصله ندارم و دلم نمیخواد هیچ کاری کنم، با خودم میگم که نه پریسا، امروز کارتو انجام بده که آخر هفته مثل همه بتونی استراحت کنی. و همین محرکه که باعث میشه که همیشه برنامه‌ام رو انجام بدم و اون نظم و دیسیپلین توی زندگیم وارد بشه و توی زندگی موندگار بشه، چون اون محرکه رو میدونم چیه و اون اینه که دوست دارم که آخر هفته استراحت کنم. دوست ندارم مثلا یک شنبه استراحت کنم، پنج شنبه هم کار کنم. دوست دارم اونجوری که همه آخر هفته استراحت کنم، منم استراحت کنم و توی اون روز خاص طول هفته کارامو انجام بدم و پیش ببرم. تو هم میتونی این محرک تو پیدا کنی، مثلا یکی از پشت میزش بشینه، یکی از قهوه بخوره حالش خیلی خوب میشه و انرژی میگیره، یکی از اصلا اهدافشو ببینه، اصلا عکس اهدافشو ببینه انرژی میگیره. این دیگه بستگی به خودت داره، فقط نیاز داره که خودت اون رو پیدا کنی و راجبش فکر کنی. همین، اینم از 8 موردی که ممکنه برای شما یکی از این موارد باشه مشکلتون و یا حتی چند تا. مهم نیست، مهم اینه که از همین فردا شروع کنید خودتون رو ارزیابی کنید و در راستای بهتر شدنتون قدم بردارید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. مواظب خودتون باشید و خدافظ.